بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و نهایت گرامی، با امید از اینکه صحت و سلامتی داشته باشید و شما را خوش آمدید میگم به لکچر چهارم مضمون مدیکال پارازیتولوژی ما. شما البته بخش اولش اول به شما تشریح میکنیم، باز به بخش دومش میپردازیم. درس اولی ما، البته این درس فعلی ما از هفته چهارم درست شما میباشه و شروع میکنیم بخیر درس خودم از جایی که ایره مانده بودیم. درس قبلی شما در آخرش فصل اول کتاب بود و فصل اول بخش اول کتاب اساسات علم پارازیتولوژی بود که در اون درس ما شما آشنایی پیدا کردیم با نوعیت پارازیت ها. پارازیت اصلا چی را میگن؟ چه قسم موجودات است؟ موجودات حیاتیه که برای زنده ماندن خود نیاز به یک میزبان داشته باشد که البته اون میزبان هم باید که زنده باشه. و انواعش را مطالعه کردیم. بعد از او اصطلاحات مروجی که در رشته پارازیتولوژی میباشه با او هم آشنایی پیدا کردیم. انواع پارازیت ها را شناختیم و بالاخره آمدیم به طرف از این که ما زمانی که مطالعه میکنیم یک پارازیت کدام عناوین باید دو تشریح کنیم و به کدام شکل مطالعات پارازیتولوژیک صورت بگیره، که بالاخره در ختم از او ما شما آمدیم به طرف بعض سوالات که بود که از شما پرسیده شده بود. با امید از اینکه جواباتش پیدا کرده باشیم با مطالعات خودی و با مطالعاتی که از لکچر نوتا شما کمک گرفتین، از کتابتون کمک گرفته باشید. خب سوالات بود به شما که ما شما سوالات، یکی اول سوال اول تونی بود که پارازیت چیست و انواع پارازیت ها را نام ببرید، که انواع پارازیت ها را ما شما خوانده بودیم که پارازیت داخلی چی است، پارازیت خارجی چی را میگن، چه قسمی پارازیت ها کار میکنن، با کدام شکل این پارازیت ها کار میکنن و همچنان در کدام محل اینا زیست میکنن. به اساس نوعیت زیستن از اینا را ما گفته بودیم پارازیت ها نامیده میشوند. طبقه بندی پارازیت ها را بنویسید، که طبقه بندی پارازیت ها را ما خوانده بودیم. معمولا پارازیت به دو گروه تقسیم شده بود. پروتوزولوژی گروهی بود که یک حجرویان پارازیت را تشریح میکرد و هلمنتولوژی بخش بود که باز ما گفتیم متازون پارازیت گفته میشن که کثیر الحجروی حساب میشن و این کثیر الحجروی را هم ما شما مطالعه کردیم بالاخره که به سه گروه اساسی تقسیم شده بود. این هلمنتس بخش کرم هاست که دو نوع کرم بود، یکی کرم های پهن که سستور تریماتور بود و یکی کرم های مدور که نیماتورز گفته میشد. و باز آخرش هم گفتیم که کرم های هستن که موجودات هستن که مورد به نام مفصلیه ها هم یاد میکنیم. اکثریت از این اکتوپاراسایت میباشن، مانند کیک ها، شپش ها و کنه ها و غیره. باز آمدیم روش های مطالعاتی پارازیت چند موضوع را در بر میگیره. شما ده موضوع را یا نو لدم از موضوعی بود که شما این مطالعه کرده بودین پی در پی. اول شروع از خود معرفی پارازیت شده بود، باز کشفش بود، باز مناطق جغرافیایی یا توزیع جغرافیایی زیر تشریح میکردیم، باز مورفولوژی بود، به شکل انتقالش بود، نوعیت هست و پارازیت از این بوده، روش زندگیش چه قسم میشه، بعد از او پاتوجنسیز هست، لایف سایکل هست، به شکل اعراض و علایم کلینیکی مرض بود و بعد از اون طریقه های تشخیصش، البته که دو شکل می باشند، تشخیص مستقیم و غیر مستقیم، و به اون شکل پیش می رفتیم و به طرف تداوی و وقایع. و چرا باید دوران حیاتی پارازیت را فهمید؟ سوال بود که این هم برمیگرده که اگر ما دوران حیاتی پارازیت را نفهمیم، اصلا در مورد نوعیت زیستن از او و اصلا در مورد نوعیت وکتورهایی که در او است، نوعیت زندگی از ای که زیستن از ای به کدام شکل است، یا ای دو میزبانه است، کسی دو میزبانه است یا ای که یک میزبانه است، تا وقایع در بر وقت صورت بگیره. عکس العمل عضویت به چند نوع بود که ایرام شما خواندین. عضویت در برابر پارازیت چی عکس العمل نشان میده، کدام تغییرات بر وجود وارد میکنه، این سوال بود که در بخش عکس العمل به شما تشریح شد. انتقال پارازیت به انسان چطور صورت میگیره؟ طبقه های انتقال گفته بودیم که از طریق گزیدن حشره است، از طریق فمی است، از طریق جلدی و مخاطی است.
پس این همه سوالاتی بود که مربوط به ختم فصل اول میشد. اول شروع میکنیم به فصل دوم این مضمون امریکا پراسایتولوژی که در این لکچر چهارم بخش دوم کتاب ما شروع شد که از پروتوزولوژی یا یکحجرمیان یا پرازیت های وحید الحجروی که این پروتوزولوژی اصلا شما این تصویر اگر مطالعه کنین اگر ببینید اکثر تصاویر از این که اگر به چشم میرسد تمام از اینا گروپ را تشکیل میتن که از یک حجره تشکیل شدن و معمولا این یک بخش مهم میکروبیولوژی شمرده میشه و در میکروب ها حساب میشن، البته میکروب هایی که در انسان ها سبب تولید مرض میشه و رشته میدیکل پاراسایتولوژی یا پروتوزولوژی را تشکیل میده. پس شروع میکنیم به درس خود. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته اهداف آموزشی این فصل کتاب ما شما چی چیزا خواهد بود؟ مشخصات عمومی پروتوزوها را ما باید اول آشنایی پیدا کنیم که پروتوزون در خود چی است اول و کدام خصوصیت داره که از دیگه پرازیت ها این جدا شده یا تفکیک شده. تصنیف یا صنف بندی از این کلاسفیکیشن پروتوزوا اگر ما بخوانیم به کدام اساس اینا رو تقسیم کردیم، به کدام اساس اینا میتونن که تقسیم بندی شوند و اجناس و انواع پتوجنیک اونا رو در انسان ها ما مطالعه خواهیم کرد که چند جنس داره و هر جنس از چند نوع داره که این پرازیت ها سبب تولید مرض یا پتوجنیک باشن در انسان ها. خب میایم به طرف تعریف این اصطلاح که پروتوزوا چی است. پروتوزوا رو ما میگیم کلمه پروتوزوا گرفته شده از دو کلمه لاتینی که اولش از پرو. پرو به معنی خودتان میفهمید پریمیتیو معنی میده، انشینت معنی میده، قدیمی معنی میده، ابتدایی معنی میده یا اولیه، و زو به معنای حیوان امروز از طریق حیوانات به انسان انتقال یافته باشد و ما میتونیم بگیم که امو حیوانات اولیه و ابتدایی است که از جمله حیوانات تکاملی یافته یا یوکاریوتیک حساب میشوند. البته این او گروپ از حیوانات است که اگر ما در کیندم انیمالیا یا در عالم حیوانات میریم ابتدایی ترین حیوانات که از لحاظ خاصیت حجروی خصوصیت حیوانی را دارند که دیوار فاقد دیوار حجروی هستند و فاقد کلوروپلاست هستند که یعنی نه به خود غذا ساخته میتونن و نه دیوار حجروی دارن، به می اساس اینا محتاج به یک غذا محتاج به دیگه حیوان هستن تا به اینا غذا تهیه کنن یا از محیط بیرونی باید غذا بگیرن. به این اساس اینا به جمع گروه حیوانات شامل شدن. اوصاف عمومی پرازیت چی است؟ میگیم پروتوزولوژی یعنی علم پروتوزواشناسی، علمی است که پروتوزواها را از نقطه نظر مورفولوژی بیولوژی مورد مطالعه قرار میده. چی معنا؟ یعنی اگر ما پروتوزوا را به اساس ساختمانشان مطالعه کنیم یا به اساس اوصاف عمومیشان مطالعه کنیم و از لحاظ خواص بیولوژیکی اینا را تحت مطالعه قرار بدیم، رشته پروتوزولوژی را میسازه، تشکیل میده این رشته. پروتوزواها عبارتند از میکرو ارگانیسم های وحید الحجروی هستند و تکامل یافته هستند. تکامل یافته به این معنی که کمپلکس هستند، پیشرفته هستند، دیولپد هستند به اساس ساختار شکل و ارگانیزیشن داخل حجرویشان که اینا عضاچه های پیشرفته برای پیشبرد پروسه های حیاتی خود دارند. تکثرشان هم جنسی می باشند هم غیر جنسی و اکثریتشان متحرک می باشند. به این معنی که اینا لوکوموتری آرگانیا آله حرکی مخصوص دارند که توسط او از یک جا به جای دیگر حرکت می کنند. البته برای پیدا کردن غذا یا شلتر یا محیط برای زنده ماندن و تغذیهشان توسط عملیه اسموسیس و اینجستشن یا بلع صورت میگیره. اینا برای نیوتریشن برای تغذیه از پروسه های اینجستشن یا اندوسایتوسیس پروسه کار میگیرن که هم به شکل بلیدن مواد جامد است هم به شکل بلیدن مواد مایی که شما این با این نام اصطلاحات آشناستین، پینوسایتوسیس و
فاگوسایتوسیس و عملی عمل تغذیهشان از طریق اسموسیس هم صورت گرفته میتونه. در سلسله حیوانات پایین ترین گروپ میباشن. به این معنا که اگر ما علوم یا رشته خود انیمال کینگدم رو مطالعه کنیم، اولین فایلم پروتوزوست. بعضی از پروتوزوها از لحاظ ساختمان بسیار ساده و بعضی دیگر پیچیده و دارای اندام‌های سلولی یا ارگانل‌های مشخص می‌باشند که این هم بر طبقه بندی و گروه بندیشان خیلی مهم است. موضوع دیگه که گفتن حجرات اینها دارای هسته است و به خاطر این ویژگی در یوکاریوت ها قرار دارن. پروتوزوها در ممالک روانکشاف سبب بعضی از امراض مثلا ملاریا، لشمونیا، آمیب یا غیره امراضی که از این دو دانستن روی مرض، متدهای تشخیصی و تداوی وقایی اینا را به بسیار راحتی میتونیم که انجام بدیم، مطالعه کنیم و برای وقایشان هم راه های درست پیدا کنیم. پس پروتوزولوژی از لحاظ پرازیتولوژی طبی بسیار نقش عمده و بخش عمده را تشکیل میده. حال میایم به طرف طبقه بندی از این که به کدام اساس بازی ما طبقه بندی میکنیم، مشخصات شکل مطالعه کنیم. پروتوزوهای مرضی انسانی به طور عمده به 4 صنف تقسیم شدن. این ما در شروع درسان گفته بودیم، به مشروع فرست درسان گفته بودیم که به 4 گروه چه قسمی تقسیم شدن. مستیگوفور شلاقداران را میگن. او گروپ از پروتوزوهایی که برای آلی حرکی خود شلاق دارن، فلاجلیتس گفته میشن. سرکودیما گروپ دومشان را تشکیل میداد که گفتیم پاهای کاذب دارن. سلیتا مژه دارن و اپیکامپلکس یا اسپوروزوها هیچ حالی حرکی ندارن، فقط به خاطر نفوذ کردن در داخل حجرات از بعضی از انزایم های پروتولیتیک که در اپیکوپلاست اینا موجود میباشد ترشح میشه. اینا سوراخ میکنن، بور میکنن و بعد از داخل حجره میرن. تکثر غیر جنسیشان توسط تجزیه دوگانه صورت میگیره، یعنی بین رفژن دارن و جنسی توسط تولید کیست ها صورت میگیره. تغذیه توسط پینوسایتوسیس و فاگوسایتوسیس که قبلا گفته شد صورت میگیره در تمام گروپ های ازی. شیوع مرض پرازیتی در کشور ما مانند ملاریا، مرض لشمانیا یا سالبانا، آمیبیسیس، مرض آمیب که گفته میشه به اصطلاح یونانی، جوردیسیس و توکسوپلازموسیس مشکلات صحی رو به بار میاره و این تمام خصوصیات بر ما واضح میسازه مشخصات این کلاس های از دیره. البته پیش از که به متباقی تشریحات هر میکروب از این رشته ما بپردازیم، اول باید امی 4 گروپ به شکل خلاص و به شکل فشرده کمک معلومات روی ازی داشته باشیم تا بفهمیم که بالاخره این گروپ ها از هم چه قسم جدا شدن. اینجا برتون خلاص کردیم به اسلاید کلاس سرکودینا را. اول که در کتاب شما اول از آمیبیسیس یا مرض آمیب شروع شده، پس گروپش سرکودینا می باشه. صنف اول از یا کلاس اول همین رشته پروتوزولوژی را ما مطالعه کنیم، از گروپ سرکودینا، البته گروپ رایزوپودایش است که اعضای این کلاس توسط پاهای کاذب حرکت کرده، توسط انقسام دوگانه تکثر نموده و در سیر حیات خیش سیست تولید میکنند. آمیب ها در این کلاس شامل میباشند. اینی تصویر شما مطالعه میکنین، این تصویر را میبینین، اینی حالت تروفوزایتزی یا حالت است که در اینجا ما میتونیم که ایره مطالعه کنیم به شکل حالت فعالش و حالت مورفولوژیکی بزرگش یا کاهلش که شکل ابتدایی از این همیشه کیست میباشه. یا میتونیم بگیم که اول از این حالت تروفوزایت یعنی تغییرات مورفولوژیکی را پیش میبره تا بالاخره به کیست تبدیل شده. ایره ما میگیم گروپ سرکودینا و بازی انواع شکل بزرگش یا کاهلش است که به این شکل معمولا در وجود انسان دیده میشه. این گروپ آمیب شد.
دوم میشه از کلاس مستیگو فور که مستیگو فور به این ترتیب بعد از اینکه آمید تشریح شد در کتاب شما دوم کلاس تشریح میشه مستیگو فور که باز دوم ما میگیم اعضای این کلاس توسط فلاجیل حرکت میکنن فلاجیل هم میفهمین ساختمان شلاق مانند که اینا از امو و پی از امو شلاق خود با حرکت موجدار میتونن که شنا کنن میتونن که در محیط که اینا هستن حرکت نشان بدن تکسر آن لانگ چپنال دویژن میباشه خب لانگ چپنال دویژن چی معنا داره معمولا اگر اینی یک پارازیت باشه اول به شکل هوریزنتال یا به شکل لانگ چپنال یا به شکل بخشن ورتیکل عمودی یک گروف در این ایجاد میشه و بالاخره این از وسط به دو بخش تقسیم میشه به این شکل یک پروسه در این صورت میگیره تا از همدیگر جدا شوند و بالاخره با دو پرازیت دیگه اینا تبدیل میشن این پروسه را ما به نام لانگیتودینال دیویژن یا لانگیتودینال باینری فیوژن یاد میکنیم به این شکل که اول به کدوم شکل از ما بین یک خط ایجاد میشه و بالاخره به شکل عمودی اینا تقسیم میشن به دو گروه و این ما به نام باینری فیوژن یا تکثر تجزیه دوگانه هم میگیم که بالاخره دو تا میشن از یک دانه حجره دو حجره تولید میشه ولی به شکل پارگی و از لحاظ عمودی از جمله مهمترین های این گروه که ما قرار است بخوانیم مطابق کریکولم کتاب خود ما جوردیال امبیا رو میخوانیم ترایکومونس وجینالیس رو میخوانیم ترایپنوسوما گمبینزی و ترایپنوسوما بروزی کروزی هر دوشه و همچنان لشمانیه تروپیکا که کوتینیس لشمانیاسیس یا سالبانی لشمانیه جلدی هم یاد میشه یا رو قرار است مطالعه کنیم آمدیم به طرف سیوم گروپش هست که کلاس سیلیتا سیلیتا از نامش معنی داره که سیلیا دارن اینا اعضای این کلاس توسط مویک های باریک حرکت کرده که تکثرشان به صورت انقسام دوگانه و به صورت عرضی یا ترانسورس دویژن می باشند و این مایکروارگانیزم ها به هم به شکل سیست تغییر داده می توانند و یگانه نوی آن سبب مریضی نزد انسان ها می گردد که به نام بلنتیریم کولای است خب جالبی است که کلاس سیلیتا به بین مدیکل پرازایتولوژی اگر ما این گروپ مطالعه کنیم 99% این گروپ یا کمینسل هستند یا نان پراسیتیک هستند به این معنی که اینا اگر در وجود زندگی هم می کنند سبب ضرر رسانی با میزبان نمی شوند من حیث کمینسل زندگی می کنند البته یگانه نوی از این جنس از این که خطرناک است و در انسان ها تولید مرض می کنند او بلنتیریم جنسش است که سپیسینین یا نوی از این کلای است که در کلان انسان زندگی میکنه پس در کلاس سیلیتا ما تنها یک نوی از این خاندانی هستیم که به نام بلنتیدیم کلاییت میشه نیم به طرف چهارم کلاسش که سپوروزوا است و سپوروزوا یا اپیکمپلکسا کلاس کدام کلاس است کلاس چهارم است که هیچ نوی عالی عرقی ندارن و تحرکیت این کلاس بسیار بطی است بسیار آهسته حرکت میکنن البته بر حرکت خود اینا شکل آمیب نما حرکت را بعض اوقات نشان میدن مثالش پلازمودیم ملاریا است شما اگر این را مطالعه کنین اول دالت تروفوزوئید که میباشن اینا شکل از توسط این سایتوپلازم شان انتروچ یا برجستگی ها در سایتوپلازم تشکیل میشه که به شکل امابایت موفمنس دارن شکل موومنتی حرکت آمیبا شکل و بعضی این کلاس در سیر حیات تکاملی خیش حامی بعضی از فلاجل ها می شوند که تحرکیت پیش می برن. یعنی در یک مرحله زیستن از یا فلاجل پیدا می کنند که فقط اینا را حرکت بده ولی برای همیش او فلاجلیت گفته نمی شن. از او خاطرم در تشخیص بعض اوقات نباید اشتباه صورت بگیرن که این اصلا 100% فلاجلیت گروپ نیست بلکه یک گروپ اپیکمپلکس است که این باعث شده که این شکل بین البینی را به خود بگیره و دیگه شون که گفتیم اعضای این کلاس به صورت جنسی و غیر جنسی تکثر میکنن
و مثال هایی شما در این کتاب مقرر است بخونیم. چهار جنس از گروپ خاندانی هستیم. یکیش از پلازمودیم گروپ که ملاریا ها را به وجود میاره، توکسوپلازما که مرض توکسوپلازموسیس که از پشک به وجود میاره، این مرض است، کریپتوسپوریدیم و ایزوسپورا بلی هر دو جنس از امراض میدی معایی را به وجود میاره که در اونجا باز ما شما میخوانیم که اصالاتی که توسط این مرض به وجود میاره کدام ها هستن. البته در این چوکات اگر شما ببینین امی گروپ از خلاص کنه برای شما که از لحاظ نامایشان فایلم سرکودینا است و این سرکودینا فایلم باز سرکودینز به وجود میاره که مثال آله حرکی از این گروپ ها در سرکودینا پای کازب میباشه، مثالش آمیب میباشه. سیلیوفورا یا سیلیتا گروپی است که اینا نام عادیشان اصطلاحیشان سیلیتس است، اینا آله حرکی سیلیو یا مجه دارن یا مویک دارن و مثالشان پرامیشیم است. البته پرامیشیم پرسایت نیست، اما بلنتیدیم کلای گروپ دوم از این پرازیت است. مستیگوفورا شلاق دوران که از گروپ زو مستیگوفورا را که به اختصاصی به حیوانات ایران متعلق میدیم و دیگه گروپ فلاجلا هم گفته میشن فلاجلیتا که اینا آله حرکی فلاجل دارن، مثالش ترایبانوسوما است که شما به این شکل ایران میبینین آله حرکیشم اینجا فلاجل است و جوردیا دیگه مثالش است. و سپوروزوما یا پیکمپلکسا که این سپوروزوم زیاد میکنن و اینا در حالتای کاهل خود ایچ حالی عرقی ندارن، مثالشان اینی پلازمودیم است که در خون و پلازمودیمی که در بطن پشب دیده میشه زمانی که در پشه انوفیل داخل میشه با اینی اشکال میباشن ولی ایچ حالی عرقی ندارند. و این همه گروپ است که باز با شما تقسیم بندیشنن که چقسم اینا به گروپ های کوچکتر دیگه تقسیم شنن، این طبیب هستولوتیکا، این طبیب کلای و انوی دیگه شن دولایمکس نانا، این هست که باز در گروپ سرکودینا میخوانید. ترایپن و سومکیم بینزی و کروزی هر دوش مثال مستگفور است. پلازمودیم ویوکس و ملاری و اینا مثال عزیز و به این شکل پرامیشیم کالیتم و بلنتیدیم مثال سیلیوفور است که همینجا بس میکنیم بخش اول لکچر خونه و بعد از اون میپردازیم به بخش دوم و باز قسمت دوم لکچر خونه آغاز میکنیم. تشکر از توجه شما.